بارش برف در ایالتهای های شرقی آمریکا به مختل شدن حرکت قطارها و تردد وسایط نقلیه منجر شده است. بسیاری از فرودگاه ها نیز با حداقل پروازها به کار خود ادامه می دهند. در فرودگاه های نیویورک و نیوجرسی، هواپیماها به دلیل انبوه برف امکان بلند شدن از باند پرواز را ندارند و مسافران در صفهای طویل در انتظار به سر می برند. راه‌های زمینی نیز به دلیل حجم بالای برف و لغزندگی مسدودند و برخی از مردم در خیابان‌های پر از برف ساعت زیادی در اتومبیل در محاصره برف قرار داشتند. یک راننده تاکسی در نیویورک می‌گوید به مدت هفت ساعت در اتومبیل خود در خیابانی به سر برده و هنگامی که از پلیس تقاضای کمک کرده است هیچ کس به کمک او نیامده است. بوران و سرمایه بی سابقه مناطق شرقی آمریکا خروج مردم از منازلشان را نیز غیر ممکن کرده است. اما یک شهروند اهل نیویورک میگوید رسانه ها قلوف می کنند. این هوا برای فصل زمستان طبیعی است. ارتفاع برف در نیویورک به 30 سانتی متر می رسد و سازمان های هواشناسی اعلام کردند. ممکن است سطح بارش برف تا پایان هفته از 50 سانتی متر بگذرد.